اینکه اتریوم اخیراً مقاومت‌های کلیدی زیادی رو پشت سر گذاشته، وضعیت داده‌های درون زنجیره‌ای و بازارهای مشتق زد و نقیض به نظر می‌رسه. اما آیا میشه گفت روند صعودی اخیر قیمت تله‌ای برای به دام انداختن خریداران بوده؟ بعضی از معامله‌گران با بررسی نمودار اتریوم به این نتیجه رسیدن که روند نزولی سه ماهه این ارز دیجیتال بنا به دلایلی به پایان رسیده. نکته بسیار مهم دیگه اینه که اتریوم در هفته فوریه تونست مقاومت کانال نزولی روی نمودار خودش رو بشکنه. آیا سرمایه گذاران باید آغاز روند صعودی اتریوم رو جشن بگیرن و منتظر باشن که قیمت این ارز دیجیتال به 4000 دلار یا بالاتر از اون برسه؟ جواب این سوال به موقعیت معامله‌گران خرد و شاخص‌های درون زنجیره‌ای شبکه اتریوم بستگی داره. برای مثال، باید بدونیم که آیا کارمزد بیشتر از 30 دلار شبکه اتریوم روی کاربرد برنامه‌های غیر متمرکز یا همون دی‌اپ‌ها تأثیری داره یا نه. علاوه بر این، باید بدونیم که دیگه چه عواملی میتونه جلوی رشد قیمت اتریوم رو بگیره. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به این موضوع بپردازیم که آیا روند صعودی اخیر اتریوم یه تله بوده؟ پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. اتریوم رو به بالا یا تله‌ای برای سرمایه گذاران؟ در هفته فوریه شرکت کانادایی KPMG که یکی از 4 شرکت بزرگ حسابرسی جهان محسوب میشه اعلام کرد که روی بیت کوین و اتریوم سرمایه گذاری کرده. بنا به گفته های بنجی توماس، یکی از مدیران این شرکت، شرکت KPMG باور داره که ارزهای دیجیتال دیگه به بلوغ و رشد لازم رسیدن. بررسی شاخص‌های درون شبکه، بررسی تعداد آدرس‌ها با موجودی حداقل 1000 اتریوم. تعداد آدرس‌ها با موجودی حداقل 1000 اتریوم با رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی 3000 دلار، سطح کلیدی خود رو شکوند و با مومنتوم کاهشی به حرکت خودش ادامه داد. در وضعیت فعلی شاخص به کمترین میزان خود طی یک سال اخیر رسیده. با ادامه دار شدن مومنتوم منفی این دسته از آدرس‌ها، احتمال تقویت فشار عرضه در میان مدت تقویت خواهد شد. بررسی خالص ورودی یا خروجی اتریوم به یا از صرافی‌ها. خالص ورودی به صرافی‌ها به سطح کلیدی خود همگام با افت قیمت رسیده. در صورت ادامه دار شدن ورودی به صرافی‌ها، احتمال ایجاد فشار عرضه و تقویت سناریوی ریسکی افزایش پیدا خواهد کرد. بررسی موجودی اتریوم در صرافی‌ها. موجودی اتریوم در صرافی‌ها هم مومنتوم صعودی ضعیفی به خودش گرفته. به دلیل همگرایی و رشد شاخص خالص ورودی یا خروجی اتریوم و موجودی اتریوم در صرافی‌ها، احتمال ایجاد فشار عرضه در میان مدت و تقویت سناریوی ریسکی برای قیمت افزایش خواهد یافت. بررسی خالص سود یا ضرر کسب نشده. بعد از رسیدن قیمت به محدوده حمایتی 2400 و رشد اون، شاهد مومنتوم صعودی چشمگیر شاخص NUPL بودیم. در وضعیت فعلی شاخص به محدوده کلیدی نیم رسیده که این امر بیانگر کاهش فاز استراب و افزایش امیدواری معامله گرانه. اگه قیمت بتونه محدوده فعلیش رو حفظ کنه، احتمال ادامه دار شدن مومنتوم صعودی شاخص افزایش پیدا میکنه که این امر فشار عرضه از روی استراب رو کاهش میده. بررسی درصد موجودی اتریوم در سود. درصد موجودی اتریوم در سود به سطح کلیدی خود که آخرین بار طی یک ماه اخیر قرار داشت رسیده.
در وضعیت فعلی 81% از اتریوم های موجود در سود قرار دارند که با ادامه دار شدن روند صعودی شاخص احتمال کسب سود در میان مدت تقویت خواهد شد. بررسی شاخص MVRV بعد از ارزندگی قیمت و ایجاد تقاضای قوی در محدوده حمایتی 2400 دلار اتریوم، شاهد رشد چشمگیر شاخص MVRV و رسیدن به محدوده کلیدی خود بودیم. در صورت تشخیص ارزندگی قیمت فعلی اتریوم و تقویت تقاضا، احتمال شکست شدن سقف محدوده کلیدی فعلی افزایش پیدا خواهد کرد که این امر سناریوی مثبت برای قیمت رو هم محتمل می‌کنه. افزایش تعداد آدرس‌های دارنده 0.1 تا 1 اتریوم. به گزارش اینتو دی بلاک، تعداد آدرس‌های دارنده 0.1 تا 1 اتریوم هم اکنون نزدیک به سقف تاریخی خودشه. تعداد این آدرس‌ها در بازه 1 ساله بیش از 98% رشد داشته و همچنین موجودی این حساب‌ها حالا به 1.78 میلیون اتریوم رسیده که رشد 4.5% رو نسبت به ماه گذشته نشون میده. از علل افزایش تعداد آدرس‌های خرد اتریوم در کنار جهش‌های قیمتی این رمز ارز میشه به افزایش کاربردهای شبکه اتریوم در حوزه‌های مختلف مثل NFT، دیفای و پلتفرم‌های وامدهی اشاره کرد. به طور کلی میشه گفت که سرمایه گذاران افزایش اخیر قیمت اتریوم تا بالای 3000 دلار رو نوعی تله میدونن. این اتفاق تنها در صورتی منطقیه که شاخصهای مربوط به تراکنش‌های اتریوم و میزان استفاده از اون در اپلیکیشن‌های غیر متمرکز افزایش پیدا کنه. با نگاه به فعالیت معامله‌گران خرد، خونسا بودن نرخ تأمین سرمایه رو میشه به نوعی نشونه ی افزایش قیمت اتریوم در نظر گرفت. چرا که این معامله‌گران معمولاً بعد از یه روند صعودی قوی وارد موقعیت‌های خرید اهرم‌دار میشن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتماً ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید به نظر شما روند اتریوم چطور خواهد بود؟ آیا اتریوم میتونه مقاومت 3100 دلاریش رو بشکنه و رو به بالا حرکت کنه؟ در آخر فراموش نکنید به کانالمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.